گفت سنگدلترین ها رو بیاری تو این، یه دونه رو دفن کرد، او یه دونه رو هم نذاشته. یکی از سنگدلترین ها اومد گفت جایی شد تو گریه کنی؟ شنیدم هیچ جا دلت نسوخته و گریه نکردی، اصلا اهل گریه نیست. گفت اگه بگم در امانم؟ گفت نه، تو قاتل اهل بیت، من تو رو میکشم. گفت بذار بگم، من علی اکبر کشته شد، زینب اومد مالینش، قاسم دست و پا زد، ابوالفضل یه داغی بود، حسین قدش خمیده شد، اصلا انگار نه انگار، امیر جلوی علی اصغر هم پاره شد، بعضی ها گریه شون دارد، من انگار نه. حسین گاهی می اومد طرف خیمه ها، یه دفعه بر می گشت، اوائل که می اومد طرف خیمه ها کف می زدن، هل هله می کردن، یه دفعه بر می گشت طرف لشکر، لشکر هی منقلب می شدن، دوباره هی رفت اومد رفت اومد. امیر یه دفعه دیدم همه لشکر عمر سعد دیگه دارن گریه می کنن، منم گریم گرفت. حالا من به شما بگم چرا حسین هی می رفت هی می اومد؟ تحلیل ها رو من میگم، بعضی ها میگن علی عبدالله نزدیک خیمه می شد، می دید بچه ها دم در خیمه، می گفت اگه ببینن اینا دق می کنن. چرا؟ آخه حسینی که رفت خودش با حسینی که برگشت خیلی فرق کرده بود. چرا؟ چون ابی عبدالله این خون گلو رو میگره میمالید به همه صورت خودش، به محاسن، اصلا صورت یه صورت دیگه شده، خود علی اصغرم با خون غسل داده، خونها رو هم به آسمان پاشیده داره میاد. یه ذره میومد میدید زینب دم در خیمه است برمیگشت. انقدر رفت اومد دیگه اهل بیت گفتن تا ما اینجا منتظریم نمیاد، بریم تو خیمه.